پیشبازی ملوان استقلال به دنبال اولین امتیاز فصل. ملوان و استقلال به دنبال گرفتن اولین امتیازشون در فصل جدید لیگ برتر هستند. بازنده های هفته گذشته در شرایطی در ورزشگاه خالی از تماشاگر سیروس قایقران، حالا به قول انزلی چیا سن سیروس، مقابل همدیگه قرار می گیرند که هر دو تیم به نتیجه جز برد در این مسابقه فکر نمی کنند. ملوان که بعد از سالها به لیگ برگشته دوست نداره مثل هفته قبل دست خالی زمینو ترک کنه، به خصوص اینکه این بازی در انزلی برگزار میشه. استقلال هم بعد از شکست در بازی اولش، حالا و با اضافه شدن مرادمند و مهدی قائدی، حالا محمد محبی هم در صورت رسیدن ITC میتونه در انزلی به میدون بره، به دنبال دشت اولین بردشه تا ریکاردو ساپینتو و شاگرداش با خیال راحت تری سراغ هفته‌های بعدی برن. چهره ویژه بازی محمد حسین مرادمنده، اون که نیم فصل دوم گذشته و به خاطر بحث سربازیش مجبور به ترک استقلال و حضور در ملوان شد، بدون حتی یک دقیقه بازی برای این تیم با حل شدن مشکل خدمتش، حالا و در اولین بازیش در بازگشت به استقلال، در صورتی که البته تو ترکیب باشه، حالا میگن جای عارف غلامی قرار بازی کنه، باید مقابل ملوان قرار بگیره. نتیجه هفته گذشته ملوان با یه گل به پیکان باخت و استقلال هم همونطور که مستحضرید با نتیجه 2-0 از سپاهان شکست خورد. وضعیت در جدول ملوان و استقلال با 0 امتیاز در رده‌های 15 و 16 جدول قرار دارن. حالا هواداره استقلال تو کامنت ها از کاوه رضایی ازم پرسیده بودن. باید بگم که کاوه رضایی خرید جدید آبیا همچنان نمیتونه برای این تیم به میدون بره، حالا به خاطر مشکلات خانوادگیش هم هست. مهاجم استقلال به دلیل اینکه در تدارک گرفتن اقامت خودش در بلژیکه هنوز نتونسته مدارک خودشو برای امضای قرارداد به استقلال کامل کنه. کاوه رضایی که در مقابل سپاهان استقلال عملا نداشتش، بازی فردا هم پس غایبه. اصلا اگه مشکلات مدارک خودشو برای تکمیل امضای قرارداد با استقلالش هم می آورد و عملا کامل می شد، هنوز به اون صد از آمادگی بدنی نرسیده و باید بالاخره تمرینات بدنسازی خودشو زیر نظر مربی بدنساز استقلال انجام بده تا بالاخره بعد از کسب شرایط لازم بتونه برای استقلال به میدون بره. اما امروز این سه نفر استقلال رو ترک می کنن. ریکاردو ساپینتو اصرار به جذب یه هافک خارجی داره و همین خاطر شاید خروج نام 3 بازیکن از لیست خواهیم بود. با وجود اینکه طی 1-2 روز گذشته همه اخبار حکایت از اون داشت که ریکاردو ساپینتو نام 2 بازیکن از فهرست تیمش خارج میکنه تا بازیکنهای بزرگسال استقلال به 20 نفر برسند، اما حالا شنیده ها حکایت از اون داره که احتمالاً 3 بازیکن از لیست خارج میشن. محمد رضا حسینی، مدافعی که از هوادار راهی استقلال شد، اولین خروجی آبیاست. با اینکه گفته میشه عزیز بیگ آمانوف و ارسلان مطهری دو گزینه جدایی‌اند و یکی از اونا استقلال رو ترک میکنه، حالا بحثایی وجود داره مبنی بر اینکه هر دوی اونا جدا بشن. خبرگزاری فارس در این خصوص اعلام کرده که ریکاردو ساپینتو قصد داره یه هافک خارجی رو به جمع نفرات استقلال اضافه کنه و به همین خاطر باید 3 بازیکن از لیست خارج بشن. از این رو علاوه بر حسینی، به احتمال فراوان ارسلان مطهری و عزیز بیگ آمانوف هم جمع آبیا رو ترک میکنن. بدون شک کنار گذاشتن 3 بازیکن در شرایط کنونی کار سختی برای باشگاه استقلال محسوب میشه، چرا که قراردادها دو طرفه امضا شده و جدایی نیاز به توافق بازیکن و باشگاه داره. با این حال تا عصر امروز قرار تکلیف نهایی خروجی‌های باشگاه استقلال روشن بشه، اما اینطور که از شواهد برمیاد، علاوه بر محمد حسینی، ارسلان مطهری و عزیز بیگ آمانوف هم تیم رو ترک میکنن. با ترک استقلال توسط این 3 بازیکن، اون وقت جا برای یه هافک خارجی هم باز میشه. لیست استقلال در صورت جدایی 3 بازیکن مذکور 19 بازیکن خواهد داشت و تا پایان نقل و انتقالات ساپینتو میتونه یه خارجی دیگر رو هم به خدمت بگیره. از طرف دیگه ممکنه ساپینتو نتونه تا پایان نقل و انتقالات که زمانش 30 مرداده تصمیم نهاییشو برای جذب هافک خارجی بگیره و به همین خاطر اون قصد داره با خروج نام 3 بازیکن از لیست با تفکر بیشتری اقدام به استخدام بازیکن خارجی جدید بکنه.
سرمربی پرتغالی اون وقت میتونه حتی بعد از مهلت نقل و انتقالات هم یه بازیکن آزاد رو به تیمش اضافه کنه و به لیست بزرگسال ببره. البته خروج ارسلان مطهری از استقلال منوط به اینه که مشکلات قراردادی کاوه رضایی حل شده باشه. مهاجم شماره 7 آبیا هنوز به خاطر برخی مسائل خانوادگی قرارداد خودش رو امضا نکرده و اگه اون در استقلال موندگار باشه، مطهری به تیم دیگه ای خواهد رفت. پس شد هفته دوم لیگ برتر، پنجشنبه 27 مرداد، ملوان استقلال، ساعت 19. در مورد تیم داوری هم بگم سدرزا مهدوی، امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و مهدی اجاقی کوبل داوری رو تشکیل میدن. امیدوارم بازی جذاب و خوبی از آب در بیاد. اگر از محتوا راضی بودین سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.